دلهاتان را از دنیا بیرون کنید، پیش از آن که بدنهاتان را از بدنهات بیرون برزن. میدونم توی این 20 چند سالی که از شهادتش میگذره خیلی کم گذاشتیم برای شناختن و شناسوندنش. میدونم اگه کسایی تو همین خیابونای تهران حتی اسمشو نشنیدن تقصیر ماست، اما من خیلی یارم دیدم که نسبتشون با عالم و با ترازوی این مرد تعریف میکنه. از جوونای اول انقلاب و هم دوره‌ایاش گرفته تا جوونا و نوجوونایی که چند سال بعد از رفتنش تازه به دنیا اومدن. سید مرتضی آوینی، همون که بعضی وقتا آدم دلش میخواد آقا مرتضی صداش کنه. آقا مرتضی. تولد 21 شهریور 1326، شهر ری. لکنت زبان داشته، لکنت زبان شدید که حتی یک کلمه رو نمیتونست بگه. و به همین دلیل تو مدرسه تو دبیرستان درس از من نمیپرسیدن، شاگرد اول هم بودم همیشه، اما یک کلمه نمیتونستم حرف بزنم. یه ترس خیلی شدید که بهم عارض شده بود تو 5 سالگی. از 5 سالگی ما بهش یاد دادیم و شروع که اصلا روزنامه بخوندم. حتی خودش میگفتش که یکی از زمینه‌های رشد من همین لکنت زبان بود. گفت خیلی وقتا به خاطر این ارتباط با دیگران برقرار نمی‌کردم، تو خودم بودم، فکر می‌کردم، بیشتر مطالعه می‌کردم. بشین. آها، صاف بشین. خوبه. ده 11 ساله بود ایشون شعر میگفت، خط مینوشت، نقاشی میکرد و تا مثلا 24-5 سالگی تو تمام این زمینه ها کار میکرد به صورت خیلی تخصصی، حتی یعنی نقاشی رو با تکنیک های مختلف حتی آشنا شد، آب رنگ، رنگ روغن. یه مدت تو کرمان بودیم، ایشون پدرم اینا بردنش پیش یک استادی و رنگ روغن به ایشون یاد میداد. بعد از یک مدت اینجوری که یادم میاد استاد گفته بود که من دیگه چیزی ندارم یاد بدم به ایشون. ایشون ویولون هم میزن، فوق‌العاده بود، بلد بود که هیچی. میگم تو هر کاری که ایشون دست میزد توش یعنی بارد بود استثنایی. متاسفانه هیچ کدوم از آثاری که ایشون داشتن توی زمینه های مختلف هنری نمونده، چون یه عادتی که داشتن و تا همین اواخر هم ترک نشد این بود که کاراشون رو از بین میبردن، نمیذاشتن بمونه. کامران آوینی، دانشجوی معماری دانشگاه تهران 1344 تا 1354. سال 1344 خورشیدی در تهران که ما فراخوانده شدیم به عنوان قبول شدگان رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبا. ببینید هیچ محدودیتی برای ماها وجود نداشت و اون موقع اصلا فضا یه چیز دیگه بود. فضا قبل از انقلاب رو همگان میدونن، اصلا یه فضای دیگری بود، ارتباطش با جهان یه جور دیگه بود، تفکرهای طور دیگه بود.
دلهای جدید دیسوی آمریکایی الورا به قیمت 229 تومان بمیزان بیری احتیاج ندارد. یعنی واقعا مصرف بیشتر بسیار کار خوبی است برای دبنده. من به دکارنسم یه شم تون نمیدم. نمیدی؟ نه سپلشک من میگیرم. بده و چاییت بده میگم حالا در بیاره کفش تو دم پاییت بده میگم حسن جغ بخرا. سال 48-49 که یه مقدار اون جریانی هیپیگری در همه جوامع جهانی تأثیر گذارده بود، در دانشکده ما هم وارد شده بود، موها بلند بود، ریش ها گذاشته می شد با اون حال هوا و به تبع او یه مقدار مواد مخدر هم در شکل مثلا شکلهای رقیقترش خیلی فراگیرتر که حشیش باشه در دانشکده بیشتر بود. اما واقعاً کامران آوینی کی بود و نسبتش با آوینی بعد از انقلاب چی بود؟ این خیلی سوال مهمیه. سید مرتضی آوینی رو ما کامی صدا می زدیم. یه زیرپیرنی کاپیتان داشت و ریش و سبیل تراشیده و موهای کوتاهی داشت، یکم موهای بالای سرش پرتر بود ولی پایینای کمی جمع و جورتر و اون عینک معروف درشتش رو هم داشت و داشت خط می کشید. این صحنه اولی است از این بار نخستی که یادم او رو دیدم. کامی یه چهره غریبی بود. از همون روزهای اول تفاوتش با بقیه بچه‌های آتلیه ما کاملا حس می‌شد. اولا بسیار خوش سیما، مردانه، بسیار فکور. متفاوت بود از بقیه. یه مقدار کاریزمای او بار سنگین تری داشت نسبت به دیگران. هم خوشگل بود در همون موقع و بعدن هم خب رفتارش یه طوری بود با مردم که اصولا زود جذب میکرد مردم. جذابیت خاصی داشت و کاریزمایی داشت از همون دوران. چنانچه آدمی بود که خیلی از بیرون دانشکده هم میومدن باش ارتباط داشتن. نمیخوام بگم مثل استادم بود برای اینکه سنش از من کمتر بود، 2 سال حتی جوانتر بود، اما پیرانه رفتار میکرد. کسانی بودن که در او یه عشق و علاقه ای داشتن بهش، دوستش داشتن واقعا. برای همین بود که حتی رفتار او رو هم تقلید میکردن. مثلا بعضی موقعا او دوچار یه لکنت زبانی میشد. بعضی کلماتش شیرین، لکنت نمیشه بهش گفت، ملاحت آکسان بود. بچه هایی که باش بودن اونها هم لکنت زبان میگرفتن. اینقدر شخصیت گیرایی داشت. تنگ غروبی بود دیدم عینک تیره زده دوست، از منم خیلی جوانتر بود. گفتم فلانی الان آفتاب که نیست. گفت نه آخه یه حکایتی داره. گفتش که آخه کامی گفته که اشعه نگاه شما یه اشعه پاکه، نباید همه ببینن. یه همچین فرضیه ای داشت، اینا که تیره میزه. عکساش هم که ببینید خودش هم همیشه اینو داشت. کامران یه آدم خاص بود، حتی یه روشن فکر خاص، کسی که هیچ کس نتونست اونو تو قالبای مرسوم جا بزنه. اون از طرفی نیچه و کامو و داستایوفسکی میخوند و از طرفی مجذوب سهروردی و ابن عربی و مولانا بود و قرآن. رحلی بوده و قرآنی و قرآن تفسیر میکرده برای اون حواریونی که مفتون و مجذوب کلام زیبای او میشدن. چهره زیبایی هم داشت. یه چیزی که من در مورد مرتضی، در مورد قبل از انقلابش باید بگم، اینه که حقیقتاً آدم می بود که دغدغه سوال داشت. کامران یا مرتضی عزیز ما امروز دنبال یه فلسفه بود، گم شده ای داشت. سوال‌های فلسفی داشتن، در پی یافتن جواب برای این سوال‌های
هستی شناسانه غرب رو مطالعه میکردن و جوابی هم پیدا نمیکردن. کپی کار و مقلد نبود، خیلی خالص بود و سر خودشو کلا نمیذاشت. کامران هر موقع هرچی بود همون بود که بود و همون رو نشون میداد. بیقرار بود، بیقرارش هم به خاطر اون جوهری فطری بود. داشت ذات این شخص، اون به معنی اخص کلمه اسلام که میگن که تسلیم به حق در واقع، فطرتاً مسلمونه. غزاله علیزاده. غزاله خانی بود که کامران از اون گذشت، دختر خاص جذابی که میتونست کامران رو زمین گیر کنه اما نکرد. داستانی که کامران اونو نیمه تموم رها کرد. من به خاطرم از اون اوائل که یکی دوباری باهاش صحبت میکردم، یه روز همینجوری شد، گفت ببخشید و رفت بیرون و بعد همین غزاله با اون لباس سیاهش اومده بود و یه ذره با اون چرخی زد و منم مشغول کار خودم شدم و بعد اومد و عذرخواهی کرد و گفت آره این چنین آدمیست و بعد شروع کرد تعریف کردن که چطور مثلا با تیم اونها بوده، با غزاله بوده. کشش از کامران نبود، نه. من تنها فرزند خانواده بودم و در فضای زندگی میکردم که نیاز به ارتباط با اطرافیانم داشتم. من میدیدم کامران ویژگیاش چیه، این زنگوریزی. من میخوام اینو بگم دیگه، دوست عزیزانی که بودن گریه میکردن به من، یکی دوتا از دوستامون که نزدیک بودیم، التماس میکردن که پیامهای مهرآمیزشون رو برسونیم. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، دیگه چجوری میشه؟ انسانو به صورت انسان در جهان نگاه نمیکردم، یعنی پرتو و بارقه‌ای از الوهیت در انسان میدیدم. او کشش داشت، نه مرتضی. بوت خوبی بود برای غزاله، الهام بخش خوبی بود، یه بستر غنی ایده بود که شور و جوشش و حس هنری او رو برمی‌آورد. کشتی شکستگانیم، ای باد شورده برخیز، شاید که باز بینیم دیدار آشنا. نویسنده: بعد از اینکه دانشکده معماری رو کلن تموم کردن و اینها، بیشتر به نویسندگی مشغول بودن. ببینید، یه بخش از کتاب‌های کوچکی بود که اون موقع شروع کرده بود به نوشتن که یه بخشش مضمون دینی داشت، حالا اسمش یادم نیست، شاید مثلا یکیش اسمش بود موسی بن جعفر یا همین چیزی. یه چیزی داشت می‌نویسید، کتاب کوچیکی هم بود که بیرون اومد، یادم منتشر شد. من تو را برگزیدم و چون بغض راه بر گلویت خواهم بست. با تو خواهم زیست اما با تو نخواهم مرد. من تو را به صلیب خواهم کشید و در کفنی خون‌آلود به خاک خواهم سپرد. تو برگزیده‌ای و برگزیدگان اینگونه می‌میرند. خیلی عجیب بود واقعا، یعنی هنر با وجود ایشون کاملا عجین بود، از کودکی تا زمان شهادت ایشون با هنر مشهور بود، ولی حتی آثار مکتوبشون رو کلن با شروع انقلاب از بین بردن، یعنی ریختن توی چمدون و انداختن تو رودخونه، یه مقدارش آتیش زدن. اصلا اینه که به اون شکل آثاری از قدیم واقعا نمونده برای اینکه حالا ما استعداد ایشون رو ارزیابی بکنیم، استعدادشون رو تو جوونی. پایان نامه 1354. من خاطرم هستش که میخواستم پروژه دیپلم بکشم،
یه روز کامران منو دید و گفتش که منم میخوام پروژه دیپلم بکشم، میای با هم بکشیم؟ گفتم باش، اشکال نداره. دیگه شروع کرد. من پایان نامه معماریشون رو که ایشون داشتن مینوشتن توی بعضی از بخش ها کمک های به اصطلاح اجرایی میکردم. موضوع مغزباره بود، مغزباره شهر. یعنی اون موقع خیلی بحث شهر بود و اینکه شهر مثل اندام انسانه، لذا ما هم تو اون بستر دنبال مغز شهر میگشتیم. مغز شهر کجاست که اونجا فکر میشه راجع به شهر، برنامه ریزی میشه. نظریه پرداز فوق‌العاده‌ای بود. باور ندارم که اون موقع پروژه دیپلمی رو ببینید که بیش از یک مجلد بوده باشه، ولی این دو تا مجلد نوشته بود فقط و بی نیاز بود. آدم خیلی بی نیازی بود، بی نیازی ازش میباری، اصلا مهم نبود براش نمرش خوب بشه بد بشه، کسی ازش خوشش بیاد، دنیای خودش رو داشت. ابتدای جلسه دفاع اتفاقی میفته که خبر از یه اتفاق بزرگتر میده. شاسیامونو گذاشتیم به دیوار رو شروع کردیم و خاطرم هم هستش که کامران با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد و که اون موقع مرسوم نبود تو دانشکده. خود اینم شاید مثلا یه مقداری بالاخره اون هیئت جوری که زیاد این نگاه رو نداشتن شاید مثلا اثر گذار، نمیدونم، نمیتونم زیاد قسم بخورم روی این مسائل. شاسیاش الان من نمیدونم کجاست. خیلی حیف شد که شاسیا دیگه نیست. ازدواج فرهاد امام. وادی تور، این بار خونه فرهاده، با یه صدای بی صدا، مثل یه کوه بلند، مثل یه خواب کوتاه. سال 52 با ایشون آشنا شدم، 16 سالم بود. 4 سال بعد زندگی مشترکمون شروع شد. ما بعد از ازدواج مستأجر مادر آقای فرهاد مهراد شدیم، بدون اینکه بدونیم. با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای نوار کاستی بود که فرهاد به ما داد. یه شب خیلی با هیجان و اینها، خودش خیلی هیجان زده و چیز بود و این رو مثلا به ما هم میخواست منتقل بکنه. در واقع اولین ارتباط و آشنایی آقا مرتضی با حضرت امام از طریق نوار کاستی بود که راجع به حصر حکومت نظامی ایشون صحبت کرده بود. ای مردم بیدار باشید، نقشه دارن میکشن. آمریکا نفت را از ما برد و برای خودش در عوض آیگاه درست کرد. ما که فریاد میکنیم از دست این، برای این است خونهای جوانای ما برای این جهات ریخته شده. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت و ما میخواهیم که مملکت مملکت قوی باشد. خب ما نمیخواهیم اسیر مردم باشیم، اسیر استعمار باشیم. آخه چه میگن به ما؟ ما مرتجعیم که میگیم که به قانون اساسی عمل کنیم، قانون اساسی را بگذارید زمین، هممون عمل کنیم. یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. الملک یبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم.
روبرو شدن با حضرت امام، یعنی من این نقطه رو نقطه شروع میدونم، مواجهه با حضرت امام. نوشته هایی که از ایشون هست که در واقع توضیح میده که اون خورشیدی رو که مثلا ایشون دنبالش بوده حالا پیدا کرده. اصلا خب انقلابی توی وجود ایشون اتفاق افتاد و نگاه ایشون کلن تغییر کرد به یک معنا. در واقع جواب اون سوال هایی رو که داشتن در مورد سرگردانی بشر و تجربه هایی که داشتن توی این زمینه، جواب رو گرفتن و یه نامه هایی هست از ایشون به برادرشون که اون موقع امریکا بودن، خیلی توصیف شیدایی میکنن اصلا از امام. برادر، دلم میخواست امروز که ایران این پسر گم شده بعد از قرنها میرود که به آغوش خانواده خیش بازگردد، در کنارم بودی. گرفتار تاریکی بودیم که امام خمینی از قلب تاریخی که میرفت تا فراموش شود، چون محمد فریاد برآورد که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. با همان عشقی که ابازر با محمد بیعت کرد، ما به امام خمینی پیوستیم و برادر، او را ندیده ای. دست خداست بر زمین. من بوی خوشش را از نزدیک شنیدم و صورتش را دیدم که قهر موسی را دارد و لطف عیسی را و آرامش سنگین محمد را. دیگه تبعاتش همجور هست در نامه هایی که به برادرشون نوشتن تو امریکا، بعد در اینکه خودشون وارد جهاد سازندگی شدن، سر و شکل ظاهریشون عوض شد، عادت‌های زندگیشون عوض شد و با یه انگیزه بسیار قوی و یقین بسیار بالایی وارد یه عرصه شدن که فکر کنم این سیر رو وقتی نگاه میکنیم دیگه آخرش جز شهادت نمیتونست باشه. گروه تلویزیونی جهاد 1358. مرتضی به جهاد پیوست. به قول خودش رفته بود که توی روستاها بیل بزنه، اما کم کم متوجه یه خلأ بزرگ شد. مستندسازی. تلویزیونی جهاد بر اساس اراده شهید آوینی به نظرم شکل گرفته بود، یعنی ایشون محور همه کارا بود. جایی هم داده بودن به ما با چند تا اتاق و یه نمازخونه که گروه تلویزیونی جهاد بود. در واقع چند تا فیلم بود که اینا رو اون موقع با همه آقای نصیری و بقیه دوستان به اصطلاح اینا اون موقع فیلم ها رو کار کردن. یک برنامه هایی در زمینه محرومین ساخت که حالا برنامه مثل هفت قصه از بلوچستان، برنامه مثل در اصل بشاگر، برنامه مشهوریه که تو اون سالها تولید شد. خانواده مهدی‌زاده همه بیمار بودند. مالاریا و فقر شدید غذایی، قوطی‌های شیر خشک، پستان‌های پرشیر مادری که جز نان هسته خرما و گاهی هم خرما چیزی برای خوردن ندارد. اما آنها نمی‌دانستند که تو از آن پس هر جا که چشمت به قوطی های شیر خشک بیفتد خواهی گرید. این که میبینی این فقر
این هم آدمه و اینا هم وقت خوابه که میخوابیم و این هم خونه ماست که شب میرین توش میخوابیم. این خونه ما. تمدن بزرگ شاه دو دروازه داشت. یکی از آن دو دروازه روستا بود، 60,000 روستای غریب و محروم و فراموش شده، و دیگری دروازه تهران بود. تهران و چند شهر بزرگ دیگر، وابسته و مصرفی، غرب زده و فاسد، که همچون معده بزرگ یک بیمار زمینگیر فقط میبلعیدند و میبلعیدند. خودشون هم خیلی ایده داشت در این رابطه و علاقه داشت. بحث خانگزیده ها که خب مطرح هست در همون ابتدای انقلاب، ایده توسط خود شهید آمینی مطرح شد. یه سری فیلم درباره درگیری های خوانین با اشاعر فارس که بعدا اسمش شد خانگزیده ها. علت این هم که خانگزیده ها گذاشته شد مربوط میشه به یکی از سخنان حضرت امام که فرموده بودن که ملت ما خان گزیده است، ملت ما استعمار گزیده است، ملت ما رضا خان گزیده است. یه عبارت این چنینی حضرت ما فرموده بودن. آقا مرتضی از این الهام گرفتن و اسم برنامه رو گذاشتن خان گزیده ها. گزارشی از استان فارس، قسمت آخر، سربازان امام. پنجشنبه 22 خرداد، فیروزآباد. مردم مسلمان فیروزآباد به جان آمده از مظالم خوانی یک پارچه به دادخواهی برخواسته بودند. فیروزآباد در محاصره اشایر یاغی بود که برای ناصرخان و خسروخان قشقایی می جنگیدند. بنیسد نیز هرچند نه در ظاهر جانب قشقایی ها را فرو نمی گذاشت. ما به همراه غلام عباس ملک مکان حلقه محاصره را قطع کردیم و خود را به فیروزآباد رساندیم و در آنجا در کنار بچه های سپاه پاسداران و رزماوران مردمی از آن درگیری فیلم برداری کردیم. فیلم ها ریورسال بود و به احتمال غریب به یقین دیگر نمی توان اثری از آنها در آرشیو تلویزیون پیدا کرد. ما گروه 3 نفره بودیم در واقع. آقا مرتضی خوب به قول معروف همه کاره گروه بود، ایشون کارگردان بود، در واقع مسئول گروه بود و طراح بود و ما هم خب زیر نظر ایشون کار میکردیم در واقع، اون چرا که ایشون تشخیص میداد. تمام این مسائلی که ما رعایت میکنیم توی کار، اینا با توجه به یک معانی است، با توجه به یک اصطلاح حکمتی است. این که فرض کنید میکروفون توی تصویر نیست، این برجت به یه حکمتی برمیگرده، درسته؟ یا اینکه جاهایی که فرض کنید مثلا فیلم بردار راه میره، دوربین مثلا میگیره دستش همینجوری حرکت هی میکنه به سمت موضوعش، این برجت یه حکمتی داره دیگه توی باطنش. در همین مجموعه بود که ما غالب کار خیش را پیدا کردیم، چه در فیلم برداری، چه در مونتاژ و چه در روابط اجرایی مربوط به پروسه تولید فیلم. و اینا تازه با ما که روبرو شده بودن، تازه احساس کردن یه آدمایی پیدا شدن که اومدن دارن به حرف اینو گوش میدن. تا اون موقع هیچ کی نبود به حرف اینو گوش بده و اینو وادار کنه به بیان اون ظلم و ستم هایی که به اینا رفته بود. یه همدم خانم که میگین کی هست؟ کاراشو بگید. همدم خانم زن حبیب خان هسته. همدم خانم همسر حبیب الله خان به هر بهانه زنها را با چند سگ و یا گربه در یک گونی میانداخته و بعد با چوب بر گونی میکوبیده و شما خود تصور کنید که آن سگ ها و یا گربه ها که میخواستند از درد ضربات چوب فرار کنند چه به روز آن زنی میآوردند که به آنها در گونی اصلی میدهند. هیچ دختری نبود توی روستایی که حالا چه این حبیب خان بود چه روستایی که نقل میکرد که ازدواج بکنه شب اول مال همسرش نبود. یه همچین وضعیتی، یعنی اون مرد در واقع
همسرش زنش شب اول مال خودش نبود و اینا با یه تأثیر و با یه حالت این رو نقل میکرد. کمر کسی که زیر شلاق له نکردن نبود، به ناموس کسی که تجاوز نکردن نبود، کسی که میخواستن به ناموسش تجاوز کنن یه بهانه پاش میگرفتن، یه نامه دست میزن میفرستنش پیه جه پیه نخود سیاهی، هر کار میخواستن بکنن. قبل از جنگ بود، تابستون 59 بود اینو پخش شد. و آقا ما خودم دیدم که عکس امام، عکس امام گذاشتن وسط میدون، بعد با تیر بچه هاشون و خودشون میزن، چون حبی خان خودم دیدم که با تیر خفیف میزن، با چشمای امام با عکس. قضیه خب پخشش هم خودش یه مقوله بود، اون موقع فضای سازمان هم یه فضای چیزی فضای خاصی بود دیگه، بعد از انقلاب بود و یه سری آدمایی تو سازمان بودن که خیلی همراه هنوز نبودن، تردیدهایی بود برای پخشش و آقا مرتضی خب با مشکل مواجه شده بود که اینو چیکار کنه. همون دوره البته به خاطر خوانین و حوادثی که در اون مقطع گره خورده بود، مسائل عرض شود که خسرو خان قشقایی و بعضی از خوانین منطقه با جریان بنی صدر به جریانات سیاسی وقت، برنامه به عنوان برنامه سیاسی تلقی شد و با مرتضی و دستندرکارا به عنوان در واقع برنامه سازی که رو در روی بنی صدر واسطه در اون مقطع سال 58-59 رو در رو شد و مرتضی اون موقعی که با ما صحبت میگه کاملا دیگه موضع گرفته بود، یعنی کاملا رو در روی تفکر بنی صدر که حس میکرد در مقابل تفکر امامه واسطه بود. همه چی ریخت نسان کنم آقای فلاحت، این چه وزشه؟ همه دقای جاشه سانسور کن. نه به شوخی در وزن. این کارا پیش رفت تا اینکه جنگ شروع شد. این کارها پیش رفت تا اینکه جنگ شد. مرتضی یه فیلمی در ماهای اول جنگ به نام فتح خون از قصه خرمشهر ساخت. هنوز خرمشهر سقوط نکرده بود. آقا مرتضی با دوستانشون که اون موقع من در خدمتشون نبودم، این فیلم الان فکر میکنم نیستش، متاسفانه اثری ازش نیست. فتح خون وقتی به خرمشهر رسیدیم هنوز خونین شهر نشده بود، شهر هنوز سر پا بود، اگرچه دشمن خود را تا پشت صد دستگاه جلو کشیده بود. یک دوربین مینی اکلر داشتیم و یک ضبط صوت ناگرا و خرتوپرت های دیگری که این مجموعه را کامل می کرد. مرتضی آوینی به جهت شناخت خوبی که از دین اسلام داشت، از حقیقت دین داشت، از راه امام، راهی که ایشون بنیانش رو گذاشته بود داشت پیدا کرده بود و این طرف آشنایی که با سینما داشت، خیلی خوب تونست سریع خودش رو در واقع به صحنه نبرد برسونه و خیلی خوب اون حقیقت جنگ رو در واقع عرضه بکنه. این همون چیزی بود که تو همون اولین گام تو ماهای اول اسمش رو مستندی گذاشت به نام حقیقت. خون شهیدان نامزام پیروزی اشکال نه این چیزه ایب نه
اولین گروه بود که کار جنگی جدی، کار انقلابی جدی انجام داد. هیچ کسی دیگه تقریبا رقابت نکرد. باز از نقاط مثبت ایشون این بود که گروهی رو جمع کرد. یعنی خودش میانداری کرد، گروهی رو جمع کرد. بعضی از مسئولین تبلیغی و اینها خیلی انگیزه نداشتن برای حمایت از گروه تلویزیون جهاد. شاید مثلا رقیب خودشون میدونستن. ولی لشکرها خیلی ارتباط قوی داشتن با شهید آبادی و تیمشون. دستشون رو میگرفتن میبردن تو خط. کاری به کار کسی هم نداشتن. کلم داشت احواز پیش بود بعد تو برده نیستین چه تو احواز امینا نمیگه بگه جبهه مادره نه به هیچ وقت فکر نه مادرم نه پدرم هیچ کدوم نمیگه برای خواه خواه دونه هستین آقا شما کجا داری میری؟ کلا میریم که مهران آزاد کن بریم این بلکه واحد تلویزیونی جهاد از یک سو وابسته به جهاد سازندگی بود و سوی دیگر وابسته به شبکه یکم تلویزیون. وضعیتی معلق در میان دو سازمان و به راستی اگر این حالت تعلیق نبود، هیچ یک از فیلم‌هایی که بعدها در جنگ به واسطه این واحد ساخته شد وجود نمی‌یافتند. این حالت تعلیق به واحد تلویزیونی جهاد این قدرت را بخشیده بود که نه تسلیم موجبات و مقتضیات اداری شود که از جانب جهاد سازندگی می توانست بر چنین واحدی تحمیل شود و نه گردن به پیچیدگی های مالی و اداری در سیستم تولید تلویزیون بگذارد. اگر ما مجموعه ای در شکم سیستم اداره جهاد سازندگی بودیم، آنها ما را از توجه به جبهه های جنگ باز می داشتند و به سوی روستاها می راندند و یا چنین دیکته می کردند که تلاش های این واحد باید وقف تبلیغ فعالیت‌های پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی شود. شهید آبادی اساس کار گذاشته بود برای اینکه مهمترین دغدغه‌ای که الان ما باید داشته باشیم اینکه کار جنگ رو انجام بدیم، برنامه‌ای که برای جنگ باید ساخته بشه. دوستانی که تو جهاد بودن خب بالاخره اونا میگفتن که شما جزء گروه جهاد هستین، باید کار جهاد انجام بدید. کار جهاد اولویت داره تا نسبت به کارهای دیگه. آیا آوین اینجوری تصور نمی‌کرد؟ تا آخر هم سعی کردن که حالا هر دوتا وجه رو حفظ بکنن دیگه. یعنی ما هفته یه دونه برنامه روتین داشتیم که از مناطق محروم و نمیدونم کارهای جهاد و اینا بود، یه دونه هم برنامه جنگی که بعداً اسمش شد روایت فتح. خود شهید آوینی بارها این جمله‌اش رو من به یاد میارم، میگه میگفت ما وظیفه‌مون اینه که برای جنگ کاری بکنیم که بالاخره روزخونی کنیم برای جنگ. این کلمه ایشون بود، روزخونی کنیم. شهدای اسلام از صدر اسلام تا کنون صلوات بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله. آقا مرتضی تبدیل شدن از کامران کافی تهران پالاس به سیدنا شهید، این حادثه خیلی هنگفتی است. We'll be right back.
یه دوره اونجوری بوده بعد ما به این شده. خب این خیلی با ارزشه دیگه، این تغییر با ارزشیه دیگه. یعنی از طرز حرف زدنش و بعدن مثلا تو همون روزای اول یکی دوتا شعری که برام خوند و نوشته خودش بود، من متوجهم که خیلی مال چیزه، به اصطلاح بالاترین کلاس روشنفکری ایرانه. بعد البته تایید شد، معلوم شد که دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بوده و توی فضاهای روشنفکری تهران اون موقع خیلی آشناست، دیگران هم میشناسنش، یعنی روشنفکرهای اون دوره، هنرمندان، نمیدونم نقاشا، معمارا. یکی از دوستان یا یکی از دانشجویان که فارغ التحصیل اونجا بود یه روز به من گفتش این برنامه‌ای که توی تلویزیون هست راجع به جبهه ها دیدی؟ گفتم آره دیدم. گفت صدایی که از شنیدی؟ گفتم آره. گفت میدونی کیه؟ گفتم نه. گفت این کامران آبینیه. گفت عجب. من مثلا یه روز عکس روی گواهینامه‌اش رو دیدم با یه سیبیل خیلی پت و پهن و ریشه تراشیده و کراوات و اینا، گفت آره من اینجوری بودم دیگه. بعد یکی دوتا از عکساشو به ما نشون داد، یه عکسای خیلی ژیگولی بود، گفت ببین ما این بودیم. عرضم به حضورتون که ایشون وحشتناک سیگار میکشید. زیاد سیگار میکشید آخه، سیگار شیراز میکشید و سیگار شیراز سیگار سنگینیه و زیاد میکشید. خیلی سیگار میکشید دیگه، روی میز موبیلاش همه جاهای سوختگی آتیش سیگار بود. سیگار بازمانده دوره کامرانی، اما مرتضی کوه شده بود، اونقدر محکم که بتونه یه شب تصمیم بگیره دیگه لب به سیگار نزنه و برای همیشه کنارش بذاره. فکر کنم آقا مرتضی اینا تو سال 62 اگر اشتباه نکنم یا 63 بود که سیگار کشیدن گذاشتن کنار. به من گفتش که من از اون روزی که باور کردم که نامه عمل ما رو هفته دو بار میدن دست امام زمان، از وقتی باور کردم این موضوع رو دیگه سیگار نکشیدم. آقا مرتضی شرایط عرفانی خیلی خاصی داشت، کمتر کم غذا میخورد. در تمام ایام سال روزهایی رو و گاهی ماههایی رو ایشون روزه میگرفت. توی اون دوره یه سختگیری های خیلی شدید به نظرم داشت نسبت به خودش و نسبت به نفسش، رو خوردن، توی لباس پوشیدن، توی خوابیدن، یه جور ریاضت مثلا داشت به خودش میداد. نان خشک و پنیر و خرما، بچه ها سفره های جبهه را سفره حضرت زهرا می‌خوانند و من نمی‌دانم چرا، اما با تمام جانم این حقیقت را احساس می‌کنم. در پیچیده و داغ‌ترین بحث‌ها وقتی صدای اذان می‌شنید میز موبایلش رو درجا خاموش می‌کرد. این کارش رو هزار بار بیاد میارم. دستگاه موبایلش رو خاموش می‌کرد، وضو میگرفت، میرفت وضوشو میگرفت، نمازشو میخوند. بعد اصلا گفتنش اینکه دائما مثلا دائم الوضوء، نمیدونم نماز اول وقت میخونه، که جزء ذات وجودیش شده بود. میگفت، میخندید، خنده های قشنگی داشت. اونایی که آوینی رو لمس کرده باشن میدونن من چی میگم. من تقریبا هیچ وقت ناراحتی ایشون رو نمیدیدم. نازک دلی آزادگان چشمه‌ای زلال است که از دل صخره‌ای سخت می‌جوشد. دل مؤمن را که می‌شناسی مجمع از داد است، رحم و شدت را با هم دارد، رقت و صلابت را نیز با هم. زلزله‌ای که در شانه‌های ستبرشان افتاده است از غلیان آتش درون است. چشمه اشک نیز از کنار آن آتش می‌جوشد که این همه داغ است. مثلا می اومد می گفتش من امروز کلی معطل شدم برای اینکه مرغ بگیرم، تو صف مرغ وایسادم، کوپن مادرم هم دستم بود. ممکن بود یه وقتی یا خود بنده یا دیگری بگیم که آقا مرتضی شما خب چرا رفتی تو صف، مثلا شما چرا مثلا میرید تو صف وای میسید یه مرغ چیزی بگیرید؟ خب به یک کسی می گفتید این کار انجام بده، حیف وقت شما. می گفتش
این که من رفتم اونجا وایسادم عبادت تلقی میشه، عبادت بزرگیه. من اونجا رفتم وایسادم با نیت خاصی، رفتم اونجا وایسادم توی صف با نیت خاصی، رفتم اونو گرفتم برای مادرم بردم. درونش یه چیزی داشت، یه ذاتی داشت که اون بود که آوینی رو آوینه کرده. اگر نه شما چه میدونم سینما رو خوب میتونی بشناسی، خاصی نیست، برو نمیدونم کتاب بخون، فیلم ببین، فیلم سازی رو میتونی بهش سوار بشی، نمیدونم تو همه این حوزه ها بالاخره میتونی کسب کنی دیگه. ولی اون ذاتی که آوینی داشت اون مهم بود. منشه این ذاته درسته، یعنی درست بوده. نمیخوام مثلا تعریف بیخودی کنم من از آوینی، همون چیزی که دیدم اون رو دارم. یکی قند و بسی درد و یکی مرد، قلم تیغ و نفس هم دو بلب را. یکی شاعر معلم یار سرباز، یکی عالم سخندان محرم راز. به سر صدای خاک نینوا داشت، به دل خون و رخی چون ارغوان داشت. دو پایش گرچه در خاک زمین ماند، سری در سرسرای آسمان داشت. هیچ راهی برای آن که از آینده با خبر شویم و بدانیم که چه در انتظار ماست وجود ندارد، وجود ندارد. پس ای نفس بر خدا توکل کن و صبر داشت باش، و صبر داشت باش. همه چیز از جانب اوست که می‌رسد، اوست که می‌رسد. قلم در دست او چون زلفقاری، به مانند علی و مرتضایی. چشمی بر بنایت کرده ای تو، چه فتحی را روایت کرده ای تو.